در میان همه خبرهای سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی در ایران این روزها ماندن، رفتن، بودن یا نبودن کارلوس کیروش هم تبدیل به یک خبر شده. به نظر شما مربی خارجی میتونه به پیشرفت فوتبال ایران کمک کنه؟ بیاین روی خط و نظراتتون رو با ما مطرح کنین با شماره تلفن 202-260-7110. میتونین تلفن هاتون رو از طریق چت زنده فیسبوک روی خط یا از طریق ایمیل برای ما ارسال کنین تا همکارانم هم با شما تماس بگیرن. همینطور میتونین از طریق اسکایپ صوتی، تصویری و نوشتاری با برنامه روی خط همراه باشین. فیسبوک، اینستاگرام و توییتر ما رو فراموش نکنین. من روزیتا ایران دوست در یکی دیگه از برنامه‌های ورزشی روی خط با شما همراه هستم. سلام، مسعود سفیری هستم با برنامه روی خط بخش فارسی صدای آمریکا، یک برنامه ورزشی در مورد فوتبال ایران که این روزها باز هم داغ شده. کارلوس کیروش مربی که ایران رو نتونست در جام به دور دوم ببره، در جام جهانی، در جام ملت‌های آسیا هم اتفاق نیفتاد، اما میگن فوتبال ایران در حال حرکته. اما اتفاقی که افتاده اینه که کارلوس کیروش بعد از این حوادث هنوز نتونسته با آقای کفاشیان در رئیس فدراسیون فوتبال به توافق برسه. چه اتفاقی خواهد افتاد؟ باز هم در این خبرها، در این حواشی و در میانه این هیاهوها یک سوال اصلی هم مطرح شده. اصولا مربی خارجی بهتره یا مربی داخلی؟ داخلی ها میگن مربی های خارجی چه گلی به سر فوتبال ما زدن؟ مشکل فوتبال ایران چیه؟ بیاین روی خط در ساعت پیشرو از طریق تلفن، فیسبوک، اسکایپ، توییتر و پیامگیر برنامه دیدگاهاتون رو با ما در میون بذارین. آقای مجید وارث، کارشناس فوتبال، هم از سیدنی استرالیا به ما ملحق خواهند شد. روزیتا، توی شبکه‌های مجازی هم خب واکنش‌های خیلی زیادی نسبت به همین مسئله بوده. طبق معمول مخالف داره، موافق داره. خب ورزشی‌ها یه مقدار واکنش‌هاشون تندتر نسبت به هیجان انگیزترن. دقیقاً، دقیقاً. ولی منم مطالب خیلی متنوعی آماده کردم که حتما تو طول برنامه با هم مرور می‌کنیم. آقای وارث، به شب شما بخیر. شب شما بخیر. سلام میکنم. قربان از این که دعوت ما رو در این ساعت شب پذیرفتیم و بیدار ماندین سپاسگزارم و قدردانی میکنم. آقای وارث، ما در طول جام جهانی، جام ملت‌های آسیا، بارها در مورد این وضعیت صحبت کردیم، اما الان رسیده به یک نقطه‌ای که دیگه باب مسائل باز شده، به ویژه بعد از برگشتن آقای برانکو. آقای برانکو همونجوری که خاطرتون هست در سال 2006 خیلی با بدرقه بدی رفت و اون خاطرات تلخ، اما الان میگن برانکو قراره که تیم پرسپولیس رو که سالهاست از دور قهرمانی به دور افتاده، در واقع به دور قهرمانی برگردونه. بنابراین این سوال اصلی مطرح میشه که آقای کارلوس کیروش باید برود یا بماند، هزینه یا فایده. آقای وارث بفرمایید. خدمتتون عرض کنم، اولا این افتخار بنده هست که در خدمت بینندگان عزیز باشم. کماکان تا زمانی که جانی هست، فرصتی بشود، حتما نظراتی اگر داشته باشم رو در خصوص مسائل ورزشی ایران با کمال میل. ساعت شبش خیلی مهم نیست، اما یادم میاد آقای سفیری در همین برنامه شما و خانم ایران دوست پس از جام جهانی عین این سوال رو شما از من کردید. یعنی فرمودید که کارلوس کیروش باید بماند یا باید برود. در اون زمان جواب من به این سوال آقای سفیری این بود که کارلوس کیروش با توجه به 4 سال تجربه‌ای که پیدا کرده، با توجه به علاقه‌ای که مردمش دارن، باید یک قرارداد محکم خوبی باش بسته بشه و تا جام جهانی 2018. منتها یک شرطی باید در اون گذاشته بشه که اینکه در جام ملت‌های آسیا لااقل تیم ایران به جزو 4 تیم اول برسه.
بعد اگر رسید قراردادش بمونه تا 2018. معنیش این نبود که اگر نرسید حتما لغو بشه، اما جای این داشته باشه. رفتیم ما جزو 4 تا نشد. کارلوس کیروش از این مسابقات برگشت، بسیار صمیمانه در تلویزیون جمهوری اسلامی اشاره کرد که اگر زمین خوب نباشه، اگر بازی‌های تدارکاتی خوب نباشه، اگر امکاناتی که من می‌خواهم به بنده ندهید، من نمیتوانم ادامه بدم، بهتره بیایم با هم بشینیم و توافق کنیم. به هر حال مسائل مالیش من وارد نمیشم، کلا اظهار نظرهای ما چه در این مورد و چه در بسیاری موارد دیگه، چون جنبه‌های اقتصادی رو نمیدانیم به بیراه رفتن وارد شدنش. اما آقای کارلوس کیروش گفت میرم، فدراسیون فوتبال گفت نه، برنامه‌های تلویزیونی نظرسنجی کردن، مردم گفتن نه، همه به این سمت رفتن که آقای کارلوس کیروش باید بمانن. اما تلویزیون، روزنامه‌ها، مطبوعات به اون حرکتی که داشتن ادامه دادن، یعنی یه عده موافق یه عده مخالف. این بحث هم به نظر میرسد که سیستم هم از این بحث بدش نمیاد، چون یه بحث سرگرم کننده یه بی آزاری است. همه میآیند میگویند بمانند، میگویند نروند. در تمام عالم فکر نمی کنم که یک تیم ملی باشد که یک سال راجع به این صحبت میشه که مربی بماند بهتر است یا برود بهتر است. و جالب اینه که هر دو طرف هم خدمت شما عرض کنم که علاقه‌ای به این جدایی هر کدوم به دلیلی ندارند. اما من فکر میکنم مشکل اصلی ما این است که به موضوعات و به پدیده‌های مختلف جامعهمون نه نگاه فنی داریم، نه نگاه حرفه‌ای داریم. اونایی که درگیرن البته عرض میکنم، مردم رو نمیگم. و از طرفی این دوتا رو که نداریم هیچ، از اون طرف منافع ملیمون هم در نظر نمیگیریم. یعنی امروز موافقین و مخالفین کیروش اکثریتشون از هر دو طرف نگاه نمیکنن چی به نفع فوتبال ما، نگاه میکنن چی به نفع خودشون هست. مردم ما هم اطلاعات کافی که بهشون داده نمیشه، دوست دارن کیروش و شخصیتش رو دوست دارن، کنار زمین ایستادنش دوست دارن اینا. اما حالا ممکنه شما بعد از تمام این صحبتهای من بگی الان چی میگی تو؟ آقای وارث همینجا بیسین، ما برمیگردیم به همین نکته که الان شما چی میفرمایید. مکابیز از کرج با اسکایپ روی خط، از یکی از بینندگان پروباگورس برنامه ورزشی روی خط. بفرمایید شما روی خطین. سلام آقای تفیلی، خوشحالم که بالاخره یه برنامه ولدتی گذاشتی تا من باهاتون بتونم حرف بزنم. بفرمایید آقای تفیلی. به نظر من آقای کیروش اگه تو این چند سالی که هستن خالی نکرده باشن، حالا من الان حدوداً 21 سالمه، 10 سال دارم فوتبال رو میبینم. انصافاً آقای کیروش از لحاظ اینکه بازیکنهای ایران رو تونسته از لحاظ قدرت بدنی قوی بکنه تو بازی ها مشخصه. البته الان شما برید فوتبال قدیم رو نگاه کنید، بعضی موقع ها بازیکنهای ما نفس کم میآوردن، ولی الان تا آخرین دقیقه میدونن. ولی لحاظ تاکتیکی به نظرم آقای کیروش کاری نتونسته بکنه، یعنی همون جوری ایران از خیلی کشورا همچنان عقبه. یعنی اون کالی که برخی مربیای کله و لاپون اینا کردن آقای کیروش نتونست برای ما بکنه، ولی قدرت بدنی رو خیلی خوب داده. یعنی من نگاه میکنم خیلی بازیکن‌ها زورشون دیاله و تا آخر بازی میدونن.
ایل بلندر هم خیلی خوب بود. ممنونم مکابیز از اینکه اومدی روی خط. امیدوارم برنامه رو دنبال کنی. حتما آقای وارث به این نکته هم اشاره خواهم که روزی تا پیش از برنامه صحبت می‌کردیم در مورد اون گزارش و مطلبی که در مطبوعات ایران این روزها مطرحه و احتمالاً آقای وارث هم میتونه به ما کمک کنه در ادامه بحث. روزنامه شرق توییت کرده بود، تیتر گزارش خودش رو توییت کرده، التیماتوم 48 ساعته به کارلوس کیروش پای 5 میلیارد و 600 میلیون تومان پول در میان است. توی این گزارش که دو روز پیش منتشر شده و سجاد فیروزی نویسنده اون هست، سعی کرده با کنار هم قرار دادن مطالبی در حل پازل مجهول موندن یا رفتن کیروش به مردم کمک بکنه و در ابتدای گزارشش رو با مطلبی با سخنی از علی کفاشیان شروع کرده که رئیس فدراسیون فوتبال هستش. آقای کفاشیان گفته به نظر من کیروش به احتمال 80% از تیم ملی میره و فقط 20% شانس موندن داره، که البته اشاره کرده که آقای کفاشیان در گفتگوهای مختلفشون گفتن که این خود آقای کیروش هستش که تمایلی نداره که همکاری بکنه با تیم. از طرف دیگه ای در بخش دیگه ای از این گزارش به نام زیرکی کیروش که این تیتر این قسمت از گزارشش هست، از این مطلب یاد کرده که کیروش هم در گفتگوهای متنوعی که داشته اشاره کرده که یک طرف جریان برمیگرده به تاییدیه آقای کفاشیان. یک قسمتی از صحبت آقای کفاشیان رو گفته که آقای کفاشیان به من گفتن با این شرایط ادامه راه دشواری بیشتری هم در پی خواهد داشت. در بخش دیگه از این مطلب اشاره کرده به درآمد آقای کیروش که 1,400,000 یورو هست که تبدیل کرده به ریال، میگه میشه 5,600,000,000 تومان و میگه که به احتمال قوی کاری که خود آقای کیروش داره میکنه این هستش که توپ رو بندازه توی زمین فدراسیون، یعنی اینکه یه کاری بکنه که اینها حکم اخراج اون رو از فوتبال ایران بدن، که در اون صورت باید درآمد یک سال آقای کیروش رو پرداخت بکنن. مطلب دیگه ای رو هم که عنوان کرده این که میتونه تأثیر بذاره توی روحیه بازیکن ها و در مورد ضرب العجل صحبت کرده که ضرب العجل 48 ساعته هستش. آقای وارث به نظر شما این مطلب حالا چقدر میتونه با واقعیت صحت داشته باشه؟ حالا این برداشت این نویسنده بوده، اینطور برداشت کرده، یه جورایی اینا رو کنار هم قرار داده، حالا بستگی داره که برداشت دیگران، ولی شما به عنوان کارشناس چی فکر میکنین؟ من مجددا خدمت شما سلام عرض میکنم. اینجا رسیدم در بحث اول برنامه که حالا چی. ببینید تمام این مطالب جست گریخته درسته، اما چون ما مجموعی اطلاعات رو نداریم، مثلا این رقم 5 میلیارد و 600 میلیون تومان هر روز یه رقم جدیدی میاد، بعدم دیگه الان فایده ای نداره گفتن این رقم. اگه همون روز اول مثلا راجبش صحبت میکردم آدم میتونست قضاوت کنه. من میخوام با اجازه شما یک مطلب مهمی از نظر خودم حداقل اشاره بکنم که کارلوس کیروش که در این مقاله هم اشاره کردید میگه زرنگی کارلوس کیروش، کارلوس کیروش رو ما اینجوری کردیم. کارلوس کیروش 4 سال پیش که به ایران آمد با این کارلوس کیروش امروز اصلا قابل مقایسه نیست. کارلوس کیروش طی یک قرارداد مشخصی به ایران آمد و گفت من تیم ملی ایران رو به دست میگیرم و این کار رو میکنم. کارلوس کیروش بازی باخت، هیچ حرف تندی نزد، برد حرف تندی نزد. ما اون رو به سمتی بردیم و جام جهانی رو اونقدر رفتنش رو بزرگ کردیم و کارلوس کیروش رو در یک فضای قرار دادیم که آخر بازی کره رفت و اون حرکت زننده رو نسبت مربی کره انجام داد که خوشبختانه البته بعد که از جام ملت‌ها برگشت عذرخواهی کرد بابت این. اما ما به کارلوس کیروش گفتیم این عمل تو قهرمانانه بوده، تو چقدر ایران حتی از ما هم بیشتر دوست داری که میری به سراش پشت میدی به مربی کره. در نتیجه کارلوس کیروشی که با ادب بود، با متانت بود، اومد با این فضای فوتبال به این روز افتاده که بهش میگیم دلالی. خودش هم مثلا داد میزنه تو راهروهای فدراسیون با ترابیان دعوا میکنه، ترابیانی که بسیار تلاش کرد برای آوردن کیروش، 10 بار شاید رفت پرتغال. اما حالا کارلوس کیروش رو ما در این فوتبال بی در و پیکرمون
به جایی رسوندیم که دیگه این کارلوس کیروش کارلوس کیروش مدل 88 نیست، 4 سال پیش نیست. چرا؟ برای اینکه ما اصلا متخصصیم پنداری این اعضای درداننده متخصص این هستن که هر چیزی رو اونقدر حاشیه براش درست بکنن خرابش کنن. اون موقعی که باید کارلوس کیروش میرفت اون موقعی که کارلوس کیروش باید حقوقش کم میشد نکرد، اون موقعی که کارلوس کیروش باید کادر فنیش تغییر میکردن نکرد. حالا کار رو به جایی رسوندن که مردمی که کارلوس کیروش رو دوست دارن دلخور شدن. کارلوس کیروشی که یه مربی صاحب نامی بوده دلخور شد. فدراسیون فوتبال احساس ضرر میکنه دستن. و بزرگترین بدی که به نظر من ما به وسیله کارلوس کیروش با دفاع بد از کارلوس کیروش وارد فوتبالمون کردیم، من نمیخوام دفاعی همون از مربیان داخلی بکنم، همه میدونن که کارلوس کیروش 10 کلاس از کل فوتبال ایران بالاتره، اما اینی که کارلوس کیروش از یک طرف و مربیان داخلی از یک طرف دشمن همدیگه شدن فضایی رو ایجاد کرده که به اعتقاد من متاسفانه نه رفتن کارلوس کیروش به این فضا کمکی میکنه و نه ماندنش. ممنون. به شرطی ممنون. که طرفین بیان و درست حرفاشون رو راست و حسینی با قول معروف بزنن، من راه خیلی مطلوبی رو در آینده این قضیه نمیبینم. شما نگاه کنید در طول یک سال گذشته شاید این رکورد باشه، 3-4 مرتبه نظرسنجی ما کردیم که آقای کیروش خوب است یا بد است. این فضا سازی ها همه رو ناراحت میکنه. از اون ور کسانی که با کیروش بدن هرچی از دهنشون در اومده گفتن این فوتبال رو فلان کرده، دست آخر هم که بهش گفتن دلالیه. این فضا رو ما باید خیلی مراقب باشیم. خیلی موضوع به نظر من حساس‌تر از این است که کیروش حالا فوتبال ما رو یه خود دفاعش خوب کرده یا بد. من مطمئنم که تا انتهای برنامه سوالات خیلی زیادی از طرف بیننده هامون و همینطور در فیسبوکمون مطرح خواهد شد. برمیگردیم به شما، اجازه بدین یک تنفس میگیریم برمیگردیم، با ما همراه باشین. جام جهانی کشتی آزاد 2015 لس آنجلس را با صدای آمریکا دنبال کنید. خاطرات یک لاک‌پشت، تابلوی زیبا از طبیعت بکر آذربایجان. این خانه هم سیاه است. سرگذشت کریمه شبرنگ، شاعره جوان افغان. کیف مال کی؟ نمیدونم بابا، مال یکی. و فردای دیروز، یک سکانس پلان از بهزاد مولود. دلیل مال یکی دیگه است. شام که داره زنگ میزنه. شنبه 22 فروردین 8 شب به وقت تهران در برنامه اکران. بله، بیننده برنامه روی خط است. این همونجوری که اعلام شد، همکارم علی عمادی فردا و پس فردا جام جهانی کشتی رو از لس آنجلس برای شما مستقیم گزارش خواهد کرد. میتونید این برنامه رو از صدای آمریکا دنبال بکنید. جوزف از بریتانیا با اسکایپ روی خط هستیم، بفرمایید. درود بر شما. اولا اهمیت ورزش از هر نوعش مخصوصا فوتبال در سطح جهانی خیلی زیاد هستش، چون نام یک کشور رو میتونه خیلی بالا ببره، سر زبون‌ها بندازه. و این سوالی که خارجیش بهتره یا ایرانیش، امیدوارم که ایرانی خوبیش هم داشته باشیم. مطمئن مسئله اینه که یک مربی بتونه لااقل زبان انگلیسی صحبت بکنه، شناخته شده باشه و ایشون آقای کوروش این چیزا رو داشت، کیروش این خصوصیات رو داشتن. اگه یادون باشه سالها پیش شخصی به نام آقای به نام دکتر بلیاردو میخواست این شغل رو بگیره، یه شرایطی گذاشته بود که ایشون جناب کیروش این شرایط رو انجام داد. از لحاظ روحیه دادن به
بازیکنان حتما اون شرایط سختی رو که همه میدونیم که شوربختانه با مدیریت هایی که دست کسایی هستن که اصلا توی این کاره نیستن، فقط روابطی که دارن این کار رو میگیرن، اینه که ایشون جلو این کارا رو گرفت، روحیه به قهرمانان ما دادش. و من اگه پروانه بدین یه سوال بذارم از لحاظ روحیه، یه چیز شخصی خودم اینجا چیز کنم. زمانی که در ایران بانوان واقعا تحت فشار بودن چند سال پیش، من خودم شخصا یه تیم تیبل تنیس بانوان تشکیل دادم، چون این تو روزنامه و تلویزیون درج کرد، این بانوان احساس قهرمانی کردن که اینا دارن از طرف بانوان ایران به زمین میرن. در عرض 8 ماه اینا قهرمان انگلستان شدن که من افتخار میکنم که 4 سال این تیم قهرمان انگلستان بود و سال آخر هم رفتیم در روسیه برای قهرمانی اروپا و سوم شدیم. جوزف ممنونم که اومدین روی خط. آقای احمدی هم از اصفهان روی خط هستین. آقای احمدی بفرمایید. احمدی از اصفهان، سلام علیکم. سلام بفرمایید. شب شما بخیر. شب بخیر جناب سفیری عزیز و خانم ایران دوست. بفرمایید. ببینید آقای سفیری، مربی آلمانی قهرمان آلمان بوده، میاد توی آلمان وای میسته، یه بار آلمان رو سوم میکنه، بعدن وای میسته آلمان در خانه برزیل رو بیابرو میکنه و میاد قهرمان جام جهانی میشه و دوباره میمونه توی آلمان مجموعاً 8 سال 9 سال. حالا شما دقت کنید، کارلوس کیروش پرتغالی میاد ایران، دست کم باید 15 سال تو ایران بمونه تا بتونه کار بزرگی بکنه، ولی متاسفانه کشوری که مدیریت نداره جناب صبری برمیگرده دوباره به همون بحثای هر شب شما، مدیریت نداره، یه دفعه مسئله تحریم ها اصلا فوتبال رو کلن فراموش میکنه. خیلی خیلی تشکر میکنم که به این برنامه دقت دارید و اینطوری تمام نقاط ضعف حکومت استبدادی واقعا مطرح میکنید که چجوری پول داره به هدر میره. در خدمت شما هستم. ممنونم که اومدین روی خط. آقای وارث به نکته بسیار مهمی اشاره کردین، این صف‌بندی که در ایران وجود داره مربیان داخلی علیه آقای کیروش و اصولا پدیده به نام مربی خارجی، و اینکه شاید نکته مهمترش این که ما بومی سازی ظاهرا موفق شدیم. آقای قرار بود که فوتبال ما و پرنسیپ در واقع مدیریتی شبیه آقای کیروش بشه، حالا آقای کیروش شبیه فدراسیون فوتبال ایران شده. آقای وارث واقعا چه خبره؟ حالا با تحلیل این شرایط برود یا بماند؟ ببینید آقای کیروش، همونجوری که عرض کردم، خب سطحش خیلی بالاتر از فوتبال ماست. کیروش اساساً یه سری ایرادایی که بهش میگیرن خاطر اینه که در جامعه ما، در فوتبال ما، یه سرمربی اون اختیاراتی که مثلا الکس فرگوسن یا مورینیو دارن در تیماشون، اصلا اینا دیگه به عنوان سرمربی نیستن، به عنوان مدیرن. یک مدیر، سر الکس فرگوسن از حساب بانکی منچستر یونایتد به اون مربوط میشه، تا تمرین، تا کادر فنی، تا همه چی. در فوتبال ما و در این باشگاه ما هنوز این جا نیفتاده. در باشگاه استقلال یا پرسپولیس، حمید درخشان بنده خدا در باشگاه پرسپولیس کاری نبود. کیروش با اون روحیه آمد. حتی اگه اینجوری هم ما بودیم، توقعی که فوتبال ما مثل فوتبال پرتغال بکنه کیروش، توقع اشتباهی بود، نمیتونست بده. اما این صف‌بندی ها به نظر من یک علت عمده داره جناب آقای سفیری. بفهمید. با اینکه من خیلی دوست ندارم که به این موضوع اشاره کنم، ولی بنای تمام پدیده‌های امروز در دنیا اقتصاده. فوتبال ما از نظر اقتصادی یک پدیده شکست خورده است. یعنی فوتبال ما فوتبال هزینه است. فوتبال ما یک قرون درآمد نداره. از اون طرف تنها درآمد، یک قرون که میگه حالا داره ولی دوزار نداره، از اون طرف توی حق پخش تلویزیونیش هم که مشکله. در نتیجه
این فوتبال سراسر هزینه، هیچکی راجع به هزینه هاش اصلا حرف نمیزنه. کلا در جامعه ما هیچ پدیده ای رو ما اظهار نظری که میکنیم به جای اینکه اولین سوالمون باشه که آقا این چقدر تموم شده، چقدر در میاد، چقدر خراب کردیم، چقدر درست کردیم، اینجوری حرف میزنیم. من باز حرف همون موقع رو تکرار میکنم، با اینکه اعتقاد دارم کیروش رو ما کاری کردیم، خودش هم البته متاسفانه به صلاح مشورتهای بد گرفت این اواخر و خودش هم دامن زد، این کیروش هم رو که عرض کردم کیروش 4 سال پیش نیست. نه ماندنش خیلی کمک میکنه نه رفتنش، اما ماندنش ممکنه به خاطر تنها و تنها به خاطر علاقه مردم و علاقه این تیم حال حاضر احتمالاً نتایج بهتری رو از هر مربی دیگری که به جای او بیاد بگیره. حالا در ادامه برمیگردیم به صحبت های شما آقای وارث. روزیتا با توییت کاربران روی خط شروع میکنیم. مرجان از کاربرانمون میگه مسئله مربی نیست، فوتبال ایران از مدیریت داخلی صدمه خورده. همین موردی که الان هم باز هم بهش اشاره شد، میگه بهترین مربی دنیا هم باید 1 گام به جلو و 2 گام به عقب بره. کاربر دیگه‌ای به نام علی میگه بله، به شرط اینکه، البته پرسش ما این بوده که به نظر شما مربی خارجی میتونه فوتبال ایران رو از بحران نجات بده؟ میگه بله، به شرطی که مربی بزرگی باشه که بازیکن‌ها به حرفش گوش بکنن. دقیقاً مثل کیروش اشاره کرده به وابستگی که این بازیکن‌ها به کیروش دارن. کاربر دیگه‌مون هم به نام بهنام میگه به نظر من کارلوس بهترین نیست، اما بهتر از مربیان حال حاضر در ایران هست، حداقل پولی که میگیره ارزش داره. و نگاهی هم میکنیم به توییت هایی که براتون انتخاب کردم از توییتر. اخبار ایران تیتر گزارش ایلنا رو توییت کرده: عصبانیت کیروش پس از جلسه با کفاشیان، ادامه بلا تکلیفی مربی پرتغالی. توی این گزارش اومده جلسه کارلوس کیروش با کفاشیان برای ادامه همکاری با تیم ملی در حالی بدون نتیجه گیری خاص پایان یافت که مرد پرتغالی با عصبانیت فدراسیون فوتبال رو ترک کرد، همون موردی که آقای وارث در ابتدای برنامه بهش اشاره کرد. در متن گزارش هم اومده که با توجه به مهلت کمی که تا آغاز رقابت‌های مقدماتی جام جهانی 2018 باقی مونده، بحث رفتن یا موندن کارلوس کیروش به معمای فوتبال ایران تبدیل شده و با وجودی که هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال با اکثریت آرا موندن کیروش رو در ایران به صلاح فوتبال ما میدونن، ولی به نظر میرسه حالا کیروش اسب خودش رو برای رفتن زین کرده. یک مورد دیگه هم در مورد وابستگی بازیکنان تیم ملی سوال کرده که بعد از این من بعد از نظر محمود میخوام از آقای وارث اینو بپرسم حتما. توی این گزارش میگه این بازیکنها به خاطر اینکه خیلی وابسته هستن الان به کارلوس کیروش، مشکلات روحی و روانی ممکنه باش برخورد بکنن تا مدت‌ها نتایج اون بر روی تیم ملی باقی خواهد موند و اون رو تحت شعاع قرار خواهد داد. محمود از کاربران فیسبوک میگه نقل و انتقال مربیان داخلی از تیمی به تیم دیگه که به صورت چرخشی یا قرعه‌کشی انجام میشه باعث شکوفایی و رونق فوتبال میشه. مربیای خارجی هم به علت خوش شدن مهر قرارداد و فرارسیدن زمان قرارداد جدیدشون با مربیان داخلی در اصل در یک صف قرار میگیرن و این خودش بحران ایجاد میکنه. نتیجهش این میشه که با کولهباری از تجربه و به صورت کاملا طبیعی بعد از برگزاری بازی دوستانه خارج از کشور راه بازگشت به ایران رو فراموش میکنن. ولی آقای وارث، واقعا تا چه حد میتونه رفتن آقای کارلوس کیروش که حالا الان احتمالش رو خیلی بیشتر از 50% 60% میدن، چقدر میتونه تأثیر بذاره روی بازیکنان تیم ملی؟ چون بنا به این صحبتی که اینها کردن میگن خب تحت شعاع قرار میده. شما چی فکر میکنید؟ من شما عرض کنم که چقدرش رو من واقعا نمیشه پیش بینی کرد، اما اینی که باید اثر خیلی زیادی بذاره، این که میذاره یه چیزه، اینی که باید بذاره، نه این کار حرفه‌ای نیست. کار یک بازیکن بازی کردنه. تا مربی هست از اون باید حمایت بکنن، هر مربی دیگری هم که آمد باید از اون هم اطاعت بکنن، هر چیزی باید روی اصول خودش باشه. من تعجب میکنم که برخی از این بازیکنان آمدن و هر چی خواستن به این فدراسیون فوتبال گفتن، و این فدراسیون فوتبال در همه ابعاد بی عرضه است. یعنی حتی
کسی که در واقع برای او داره کار میکنه، یک بازیکن فوتبال برای فدراسیون کشورش داره در واقع کار میکنه، او دعوتش میکنه، هرچی دلش میخواد میگه، به این فدراسیون دیگه عادت کرده. مثلا شما اشاره کردید هیئت رئیسه با اکثریت آرا گفتن آقای که شما این هیئت رئیسه رو باید ببینید کیا هستن و رأیشون اصلا بر چه اساسی میدن. رأی اینا اصلا نفوذی نداره، چرا که اساسا همین رأیی هم که دادم، برداشت من این هست که این هر دو طرف میخوان قضیه قطع بشه، که اینوش اصلا شاید به نوعی دیگه احساس امنیت نمیکنه به خاطر شرایطی که براش ایجاد شده. از این طرف هر دو میخوان حد اکثر، اینا میخوان کمتر پول بدن و کیروش هم طبیعتا میخواد پولشو بگیره. کار به اینجا کشیده، این مختص کیروش نیست، شما در اکثر باشگاه همین پریروز دایی رو اونجور کنار گذاشتن، درخشان رو آوردن، حالا درخشان رو رد کردن، یه برانکویی که حالا 10 سال پیش توی ایران مربی بوده، اصلا یک فصل دیگه بوده، یه اوزای دیگه بوده، مربی تیم ملی بوده، در این 10 سال هم کار خاصیشون نکرده، با یه حقوق هنگفت نزدیک 700,000 دلاری میاد، بعد میگن حقوقش آقای هدایتی میده. آخه این که نشد طرز باشگاه نگه داشتن. حتی شنیدم پریروز در جام ملت‌ها، در جام باشگاه آسیا، تمام بلیط‌های استادیوم رو گفتن آقای هدایتی خریده، همه مجانی، خدا خیرش بده، فطریه داده، نمیدونم چی داده. ولی این که آخه روشه، اگه فوتبال یه مملکتی تو قرن 21 اوضاعش اینه که بابا همین یکی از این مربیای داخلی بذاریم، این تیم بالاخره سالیان سال همون ستا بازی رو که تو گروهش میبره میاد بالا میره. اما اگه کیروش حالا میخوان نگه دارن به عنوان آخرین، من که واقعا دیگه شخصا در مورد کیروش هرگز حرف نمیذارم تا این رو ببینم. به نظر من کیروش ماندنش در ایران تنها یک راه داره، باید قراردادش مثل اون فکتشیت ها، اون فکتشیت خیلی معروفه، یه فکتشیت باید بدن، همه دو طرف هم امضاش بکنن، اینم پخشش بکنن در دل مردم، با سلام و صلوات آقای کیروش بماند. غیر از این بازار دروغ و ما اینو نگفتیم و ما قرارمون این نبودیم و اینا، این مسائل دیگه تا ابد ادامه ده. خیلی ممنون آقای وارس. اجازه بدیم به نیمه اول برنامه رسیدیم، یک تنفس بگیریم، برمیگردیم با برنامه روی خط، روی خط ورزشی، همراه باشین. instagram.com خط مورب VOA فارسی، همراه صدای آمریکا با اینستاگرام. پیام از تهران با اسکایپ روی خطین، بفرمایید. سلام قربان، خسته نباشید. ممنونم، بفرمایید. من نظرم در واقع این هستش که تا موقعی که ورزش مملکت ما دست سپاه باشه، متاسفانه نمیشه مربی خوب رو هم برای ورزش انتخاب کرد. شما در نظر بگیرید که الان مثلا آقای رویانیان تا چند وقت قبل، تا 6-7 سال قبل داشتن کارت سوخت پخش میکردن، بعد من دیدم که ای بابا ایشون اومده در واقع شده رئیس باشگاه پرسپولیس. خب در واقع از باشگاه باید شروع بشه تا برسه به تیم ملی و آقای کیروش، و در واقع کسانی که با بودن آقای کیروش مخالفت میکنن، فکر میکنم که منافعشون در خطر هستش. بنده دیگه عرضی ندارم و تشکر میکنم. ممنونم. پیام آقای رویانیان، رئیس ستاد سوخت‌رسانی اگر اشتباه نکنم میدونم بودن و جزء نیروی انتظامی. ناصر از جیروف روی خطیم، ناصر بفرمایید. سلام آقای سپهری، پاینده باشید. ممنون آقا، بفرمایید. آقای سپهری، ما من در تعجبم، ما از نفت خوشمون نمیاد، در صورتی که در مکتب بودا و میترا همیشه نفت نهادینه شده، بعد هم صداقت هم نداریم. صداقت ملکه ذهن انسانه. حالا از آقای وارد سوال کنید، میگی که 4 سال آقای کیروش کاری نکرده، افتضاح سازی به وجود اومده، از این سال که افتضاح سازی چی به وجود آورده؟
حالا سن شما یاد نمیدین موقع آقای رایکو بود چه خدمتایی کرد. این آقای کیروش همکار فرگوسنه، فرگوسن هم بهترین مربی جزیره، کسی بود که آقای کیروش رونالدو کشف کرد. حالا این شخص با این عظمت با این بزرگی اومده فوتبال ایران به گردن گرفته، باید راهکار بده که بگه بابا باید ما بریم از زمین های خاکی حتی از کهنوج جیو از دهاتا جوان های بااستعداد جمع جور کنیم بیاریم به اینا تعلیم بدیم، بگرنه اگه این طوره باشه که نمیشه. و الان اصلا آقای فرگوسن مجسمه درست شدن. بچه‌م نباید فوتبال ما به صورت اقتصاد باشه، یعنی مصرفی باشه، باید حالا تولید محور باشه. اگر اینطوری باشه فوتبال ما خوب میشه، ولی اگر صورت مصرفی باشه بذاریم تا اینا پیر بشن بعد نه. ممنونم ناصر، ممنون ناصر اومدید، ممنونم. اصغر از شیراز روی خطین، بفرمایید. سلام، صدای تلویزیونتون رو لطفا کم کنید، بفرمایید. قربان دارم، اصغر هستم از شیراز. بفرمایید. معذرت می‌خوام، یه کارلوس اگه برای در وله اول تنها چیزی که واقعا باقی میمونه خوش کردن روحیه کنا و کسی که بازنده هست ملت ایرانه، دیگه صحبت ندارم. ممنونم آقای ممنونم آقای وارث، شما گفتین که دیگه نمیخواین در مورد سرمربی که هنوز تکلیفش روشن نیست که خواهد رفت یا خواهد موند صحبت بکنید. اجازه بدین که نیمه دوم برنامه رو در فرصتی که پیش رو داریم اختصاص بدیم به این که واقعا مشکل فوتبال ایران و مربی خارجی حل میکنه یا خیر، و دومی که واقعا مربیان داخلی در کلاس هدایت تیم ملی فوتبال ایران برای رسیدن به جایگاه‌هایی که از نظر مردم ایران از دست رفته و دوباره به دست نمیاد هستن یا خیر، حسرت قهرمان شدن در جام ملت‌های آسیا برای مردم، برای فوتبال دوستان بسیار سنگینه، حتی از جام جهانی هم شاید سنگین‌تر باشه. شما چند تا موضوع بسیار مهم رو در کنار هم اشاره فرمودید. من سعی میکنم فشرده اون چی که به نظرم میرسه رو عرض بکنم. ببینید، مربی خارجی یا داخلی نداره، اما از اونجایی که دیگه بر همه روشن شده که سطح کار مربیان داخلی ما با فوتبالی که امروزه در جهان هست تفاوت‌های شگفت‌انگیزی داره، علت این که من به صراحت اینو عرض می‌کنم این است که شما لیگ فوتبال ایران رو تماشا بفرمایید، لیگ‌های، من نمیگم پریمیر لیگ، من میگم لیگ سوئیس، لیگ دانمارک، اینا کشورهایی هستن که بعضی در رده‌بندی فیفا پایین‌تر از ایران قرار می‌گیرن، حتی لیگ مثلا همسایه های ما ترکیه، خدمت شما عرض کنم روسیه، اینا. خب این نشان میدهد که ما در همه ابعاد سخت افزاری و نرم افزاری از فوتبال عقب که موندیم، چی سوختیم. یکی از دلایل عمدش این است که من گفتم که این فوتبال مصرفیه، ولی از اون ور سرمایه گذاری مهمی هم ما در فوتبال نکردیم. شما نگاه کنید، این حرفا تکراری و کلیشه‌ای و خسته کننده شده، اما شما راجع به فوتبالی دارید صحبت میکنید که هنوز که هنوز است، خدمت شما عرض کنم که هنوز که هنوزه این فوتبال ایران زمین 100,000 نفری زمین آبرومندشه. در نتیجه این فوتبال، ما کیروش و مردم دوست دارم، ببخشید کاپته لحظه ایستاد، من تمرکزم به هم خورد، کیروش و مردم دوست دارن، تیمش هم دوست دارن، نبردم برای اینکه یه تیمم آدم ها دوست داشته باشن، شرط لازم این نیست که ببره، شرط لازم این است که خوب بازی کنه، تراوت داشته باشه. مردمم حالا این تیم رو اینگونه تشخیص دادن، اما از طرفی شما میخواید فوتبالتون پیشرفت بکنه. فوتبال ایران در یک سری جنبه ها پیشرفت کرده، در یک سری جنبه ها پیشرفتی نکرده. اینه که پیشرفت کرده رو آقای کیروش ایجاد کرده، جوانهایی رو که آورده، خط دفاعی خوبی که درست کرده، و ضمناً این در واقع شخصیت
و سنگینی تازه‌ای به پیراهن تیم ملی داده. اما کیروش حتی امروز هم که نره، بالاخره با توجه به سن و سالش، حتی اگه این جنگ و دعوا هم نشده بود، 7 سال دیگه 6 سال دیگه 5 سال دیگه طبیعتاً میره. ما باید ببینیم که برای این فوتبال بعد از کیروش که یک تیم ملی فقط داریم که حالا مردم دوستش دارن، پیروزی آنچنانی هم به دست نمیاره، جز این چیز دیگه ای میسازی، این نیاز به سرمایه گذاری داره و این نیاز به این دارن که ما یک لحظه، باز این حرف کلیشه ایست اما ارزش تکرارشو داره، شما راجع به فوتبالی دارید صحبت میکنید. آقای وارث با توجه به اینکه این بحث خیلی بحث مهمیه، خواهش میکنم همینجا با ما اجازه بدین یکم هم تلفن بگیریم هم روزیتا شبکه‌های اجتماعی رو بخونه که بتونیم به پیش بریم. ممنونم که همراه ما هستین آقای وارث. روزیتا خبر ورزشی توییت کرده درخواست جالب تماشاگران دیدار پرسپولیس النصر از کارلوس کیروش، عکسی رو به اشتراک گذاشته، همین عکسی که الان همکاران هم براتون نشون میدن. محمد از کاربران فیسبوک میگه تیم ملی با کیروش روند رو به جلویی داشته، جدای از کم شدن مسائل حاشیه‌ای تیم، فاصله خط دفاع و حمله کاهش پیدا کرده، تعداد پاس‌های صحیح افزایش پیدا کرده، دوندگی بازیکن‌ها بیشتر شده، مهمتر از مسائل فنی بیشتر ایرانیان از عملکرد تیم راضی هستند، مسئله حتی برد و باخت هم نیستش. کاربر دیگه‌ای به نام پرسپولیس در اینستاگرام نظر گذاشته، میگه فوتبال ما در دنیا اصلا به حساب نمیاد، کجای فوتبال ما درسته؟ فدراسیون، سازمان لیگ، کمیته داوران، کمیته انضباطی و خیلی موارد دیگر رو اشاره کرده و در انتها هم میگه پس سبک بازی ایشون مناسب فوتبال امروز نیست، ما هم کاری نکردیم تا مربی پرورش بدیم. مصطفی از کاربران توییتری هستش، توییت کرده میگه آخرش هم دوستی‌های کارلوس کیروش رو تبدیل به دشمنی کردن تا جایی که میخواد شکایت بکنه. اسماعیلی هم گفته برای عده‌ای برد و باخت یا مربی خارجی و اعتبار ملی و اخلاق مطرح نیست، فقط میخوان و فقط به فکر منافع خودشون هستن به هر قیمتی که شده. و کاربر دیگه‌ای هم به نام صالحی از کاربران اینستاگراممون هست، معتقده که کیروش نباشه بهتره و میگه تیم جلوی قطر دفاع میکنه، جلوی مالزی دفاع میکنه، جلوی زیمبابوه دفاع میکنه، جلوی آرژانتین دفاع میکنه، خب کی میخوان قشنگ بازی کنن؟ مردم ایران دارن احساسی برخورد میکنن که میخوان کیروش بمونه. کیروش برای فوتبال ما هیچ تاکتیکی جز زیر توپ زدن و گل شانسی زدن نداره. این هم خب نظراتی بود که مثلا گفتم نظرات تنده و هیجانی. بله، نظرات فوتبالیه. عباس از گناوه روی خط هستیم، بفرمایید. سلام عرض کنم آقای سفیری. سلام، بفرمایید. خسته نباشید عزیزم. ممنون، بفرمایید. جناب سفیری یه دقیقه دو دقیقه وقت به من بده. بفرمایید. منظورم کیروش نیست، یک کلام دیگه دارم، کلام خواستم بازم بکنم. بفرمایید. عزیزم این درباره دو تا ماموری که در عربستان کار ناشایست. آقای عباس اجازه بدیم، ما دیروز در این مورد برنامه داشتیم، صحبت شده، دولت ایران میگه که مسئله رو داره پیگیری میکنه. ممنونم که اومدین روی خط. آرش از تهران با اسکایپ روی خطیم، بفرمایید. الو سلام خدمت شما آقای سفیری. سلام، بفرمایید. و خدمت خانم ایران دوست و کارشناس برنامه‌تون. ممنونم، بفهمید. خب آقای سفیر، من چند نکته رو خواستم اینجا بیان کنم. این یک نکته که این که برای بازی جام ملت‌های آسیا حتی تیم عراقی که ما با 10 نفره جلوش بازی کردیم، حتی این تیم عراق بازی آماده سازی از ما بیشتر داشت و حتی ما از تیم عراق کمتر بازی آمادگی سازی داشتیم. و دو اینکه این تیم ما پولی براش سرمایه گذاری نمیشه، این تیم ملی فقط یه مربی داره که اینو مچ میکنه. خب به جز این چه انتظاری میشه از تیم ملی داشت که فقط داره واسهش یه مربی خوب داره؟ برزیل با اون همه بازی آمادگی سازی و مربی خوبش تو جام جهانی 6 تا گل از آلمان خورد اما این بلا رو به سرش نیاوردن. اما تیمی که توی ضربات پنالتی شانسی باخته اونم اینجوری، اصلا واقعا این انتظار نباید ازش داشته باشین که این مربی رو اینقدر تحت فشار قرار دادن که اصلا هر آدم هر انسان دیگه باشه
ناخواسته یه حرفای از دهنش میاد بیرون. آقای حاج رضایی ممنونم که اومدین روی خط. ما نمیخوایم به بحثایی که در تلویزیون ایران اشاره میشه با توجه به اینکه اون کارشناسا با ما تماس نمیگیرن اشاره کنیم. عذرخواهی میکنم از تو آرش. ساسان از ایران روی خط هستیم، بفرمایید. جان سفیری سلام. سلام بفرمایید. قبلاً هم مزاحم شدم سر بازی آسیایی آقای وارث، هم سلام میگم و بعد از اون به ایشون میگم دیدی به فینال نرسیدیم و نتیجه مذاکرات هم فعلا خبری ازش نیست. جناب وارث، اون جمله معروف تو من قربونش میرم، خوبی که بفرمایید یادمون باشه ما سه تا مربی خوب داشتیم، یکی خدا بیامرز رایکوف مال قبل از انقلاب بود که اینا دلسوز بودن، با سواد بودن و کار کردن، یکیش ایویچ بود، یکیش هم این آقای کیروش. اینا از نظر اعتبار مسلط بودن به زبان انگلیسی و اعتبار جهانی با ارزش بودن. اینا نمیتونن تو ایران کار کنن. میدونیم چرا؟ چون ما مربیایی مثل برانکو لازم داریم که تعظیم بکنه، بگه چشم هر چی شما بگید من هم اجرا میکنم. جام جهانی 2006 همه ما یادمونه، افتضاحی که با وجود آوردن، همونایی که ارنج میکردن تیمو. آقای ایویچ نتونست بمونه، کیروش هم نمیتونه بمونه، ولی برانکو میمونه، میاد و چشم میگه و اینجور آدم ها میتونن تو این سیستم کار کنن. همینو بس. ممنونم ساسان از اینکه آقای وارث خدافظ. آقای من پیش از اینکه این سوالو از آقای وارث مطرح بکنیم، در دقایق پایانی هستیم، روزیتا چند روز پیش در شبکه‌های اجتماعی برای ما گفت که گفته شده که آقای عزیز اصلی دروازه‌بان سال‌های دور تیم ملی ایران و چهره شناخته شده که معمولاً در برنامه‌های ورزشی ما هم حضور فعال داشت از آلمان در کسالت دارن، ما براشون آرزوی شفایی عاجل می‌کنیم. امیدواریم که آقای عزیز اصلی اگر بیننده این برنامه هستن صدای ما رو شنیده باشن. آقای وارث بفرمایید چه نظری دارین؟ ما آرزوی سلامتی میکنم، اما آقای سفیری در این فرصت کوتاه من دو تا مطلب اشاره میکنم. یکی این که دوستمون گفت مردم احساسی هم که روش دوست دارن، نه این فقط احساسات نیست. به نظر من مردم رفتار و وجنات و حرکات و سابقه و رزیومه و سوابق کاری کیروش و اینا رو همه که بغل هم میذاره میبینن کیروش از این دوستان نیست. کیروش از با این دوستان فرق داره و یکی از دلایل علاقه شون اینه. من تأسف خوردم از اینکه کیروش به خاطر جوی که براش ایجاد کردن یه مقداری رفتارش برگشت، همونجور که شما گفتی اون یکم شبیه این دوستان شد. اما اگر فدراسیون فوتبال ایران، دوستان گفتن نمیدونم دست سپاهه، نمیدونم مدیریت نداره، چی نداره فلان، ببینید اگه فدراسیون فوتبال ایران یک فدراسیون درست حسابی بود، کیروش رو یک روز نگه نمی داشت، چون کیروش نمیتونه این دستوراتی که میده به این فدراسیون و این توقعاتی که داره به فدراسیون های دیگه بده، کما اینکه جای دیگه هم نتونسته بده. اما کیروش چون میبینه که این آدما آدمای عجیب و غریبی هستند، آدمای بیکفایتی هستند، آدمایی هستند که متخصص نیستن، آدمایی هستند که به عنوان رئیس فدراسیون حتی اسم چهار تا باشگاه اروپایی رو شاید بلد نیستن، زبون بلد نیستن، تمام وقت در این جامعه ملت ها من شاهد گذروندن وقت به بتالتشون بودم، اینه که باعث میشه کیروش احساس کنه خودش تنهاست و همه چیزو باید در ید اختیار خودش بگیره و در نتیجه در فضای فوتبال که بسیار فضای بزرگ و مهمی هست هیچ کس نمیتونه که همه چیزا رو هر چقدر خوب باشه تنهایی انجام بده، برای همینم نهایتا توفیقی رو ایجاد نمیکنه. ما اون فکت شیتو میخوایم و بر اساس اون شاید بتونیم کیروش رو نگه داریم در قالب صحیح و روشن. با این پیچیدگی و عدم شفاف سازی و یکی کفاشی هم بگه ما هم زرنگیم، اونم بگه ما زرنگیم، حالا شنیدم که رئیس حراست
وزارت ورزش رو کردن جزو یکی از کسانی که بشینه و به مذاکرات آقای کارلوس کیروش و بقیه گوش بده. این دقیقا خیلی شبیه همین تئاترای دیگه ای هست. آقای بارز عذرخواهی میکنم چون در دقایق پایانی هستیم، اجازه بدین با شما خداحافظی بکنیم. علارغم میل باطنیمون بینندگان بسیاری هم پشت خط داریم. سپاسگزارم آقای وارز، روز خوبی داشته باشیم. ممنون که طبق همیشه ما رو کمک کردین در برنامه ورزشی روی خط. روزیتا، اول سراغ توییترهای کاربران روی خط میریم. بهنام میگه میشه بپرسم بهترین افتخار منتقدان کارلوس چی بوده؟ و یکی از کاربرانمون به نام شورش میگه کارلوس کیروش فوتبالمون رو متحول کرده. علی هم معتقده که کیروش باید بمونه تا در آینده بشه بهتر ازش بهره برداری کرد. نگاهی هم میکنیم به کاربران خود توییتر که یکی از کاربران میگه وقتی منتقدای کارلوس کیروش رو نمیتونن تیمداری کنن، نه پدیده ای کشف بکنن، پس باید سکوت کنن و نگران پولای اختلاس باشن تا دستمزد کیروش. ساسان به کنایه نوشته کارلوس کیروش باید بره تا تیم ملی هم مثل بقیه فوتبال ایران با مدیریت کفاشیان فوتبال ایران نابود بشه و فقط تیم ملی بزرگسالانه که نظم داره. برای همین باید کیروش هم اخراج بشه تا همه قسمت‌های فوتبال با هم هماهنگ بشه. لاکی از کاربران اینستاگراممون هست، میگه کارلوس فوق‌العاده است، این مرد سبک بازی ما رو تغییر داده، چه بازیکنایی رو آورده. ما چهارم آسیا بودیم و از عربستان هم پایین‌تر بودیم، الان اول آسیا هستیم و خوبی بازیای کارلوس این هستش که مثل بازیکن‌ها مثل مرد می‌جنگن. و نکات دیگه ای رو هم اشاره کرده. به خاطر کمبود وقت من دیگه نظرات رو سعی میکنم کوتاه‌تر بخونم. کاربر دیگه ای هم به نام زیایی در اینستاگرام برامون نظر داده، میگه برای بازی کردن درست نیاز به ابزار کار هم هست. اگر ابزار کار که همواره داشتن هوش و شعور فوتباله، مجبوری توپ زدن باشه و اینم خودش یک تاکتیکه، اما شعور فوتبال باشه و فوتبالیست‌ها حداقل بتونن 10 کیلومتر بدوئن، اون موقع هستش که میشه توپ رو گرفت و مثل تیم‌های برتر بازی کرد. با این بازیکنان مغرور فوتبال ایران آیا توقع داری این کارلوس معجزه بکنه؟ این هم نظری بود که این کار برداده بود. بله، خانم فرشته از تهران روی خط هستیم، بفرمایید خانم. ممنونم خانم. ببخشید، من می‌خواستم درباره کشتی که ورزش اول کشور ما هست صحبتی هم بشه. ما کشتیگیری‌های خوبی داریم تو ایران. من این رو میتونم به شما خدمتتون عرض بکنم که ما روز دوشنبه در برنامه افق با کارشناسا بحث کشتی رو پیش خواهیم برد. میتونیم فردا و پس فردا بیننده جام جهانی کشتی از لس آنجلس از طریق صدای آمریکا باشین. در اون بحث هم اون بحث رو مگر دنبال کنید به جایگاه کشتی برسین. همکارم علی عمادی در این دو روز در این دو سه روز گزارش خواهد کرد در مورد کشتی. ممنونم که اومدین روی خط و یادآوری کردین. رضا از کرج روی خط تصمیم، بفرمایید. درود به شما آقای سفیری عزیز و بفرمید. درود به خانم روزیتای گرامی و همیهنان عزیزم. سلام عرض میکنم. من خیلی سری میگم چون وقت کمه. آقای سفیری، متاسفانه ما داریم این آقای کارلوس کیروش رو که یکی از مربیان واقعا بزرگ دنیا هست رو علکی از دست میدیم. به نظر من تمام بحثایی که تو طول این یک ساعت شد آقای سفیری عزیز، اصلا مشکل آقای کیروش مشکل شخصی نیست، مشکلش فقط این درخواستیه که از جامعه ورزشی و از فدراسیون فوتبال داره، ولی من نمیدونم به هر دلیلی فدراسیون فوتبال نمیتونه و یا نمیخواد، به نظر من نمیخواد که این اتفاق بیفته. آقای کیروش فقط مشکلشون امکاناته. ببینید آقای سفیری عزیز، تو این چند سالی که آقای کیروش هست هیچ کس نمیتونه منکر این بشه که فوتبال ایران به شدت رشد کرده. ما ببینید این دو بازی آخر در مقابل شیلی و سوئد رو چقدر خوب بازی کردیم. کی میگه ما دفاعی بازی میکنیم؟ ما در جام ملت‌های آسیا به هیچ عنوان دفاعی بازی نکردیم، یکی از بهترین تیم‌های جام ملت‌ها بودیم. فقط هم به خاطر اون داوری معروف توی بازی ایران عراق ما اون بازی رو از دست دادیم. به نظر من این جامعه ورزشی، نه تنها فوتبال، آقای سفیری، به نظر من جامعه ورزشی باید به هر طریقی شده آقای کیروش رو نگه دارن، چون ما دو سه ماه دیگه ممنونم. بله ممنونم رضا، ممنونم که اومدی روی خط. علی از ترکیه با اسکایپ روی خطین، بفرمایید. به شما و جناب وارث و با عرض سلامتی برای آقای عزیز اسکیز، بفرمایید.
جناب سفیری، من بسیار لذت بردم از اینکه کارشناسایمون آقای وارث اینقدر زیبا در این وقت کم تونستن استدلال زیبایی بدن از مربی، نقش مربی، نقش بازیکن، نقش فدراسیون. ببینید وقتی کسایی که از پدیده آشنایی دارن و زیبا استدلال میدن، آدم همه چی رو میگیره. جناب سفیری، شما جسارتاً چند بار سوال کردین که آیا بمونه یا نمونه، درسته؟ بله. ایشون چی گفتن؟ گفتن آقای کیارش، آقای کیارش 4 سال پیش نیست، چند سال پیش نیست. یعنی جوی به وجود اومده که ایشون شخصیت اجتماعیشون رو از دست دادن، ایشون عصبی شدن. من نمیخوام بگم مقصر، که دنبال مقصر نمیگردم جناب سفیری. ایشون باید، من فکر کنم اگر اینجا ایران رفتن یه مدت بیچاره قرنطینه باشن تا بتون شخصیت اولیشو پیدا کنن. توجه میفهمید؟ بحث سر این نیست جناب سفیری، بحث سر اینه که درباره هر پدیده یه کارشناس که میاد آدم لذت میبره. من لذت بردم و امیدوارم که ورزش ما هم پیشرفت کنه، ورزش دوستان ما هم از این کارشناسا استفاده کنن. ممنونم علی، ممنونم علی. روزی تو فرصتمون خیلی کمه، بگو. من یک نظر بیشتر نمیخونم. امین در اینستاگرام نظر داده، میگه صد البته که مربی خارجی همچون کیروش از مربیان فوتبال ایران بهتره و میشه سطح فوتبال ایران رو ارتقا بده. ولی در چت برنامه یکی از کاربرانمون به نام جواد میگه تا کی باید به استعداد ایرانی توهین کرد؟ مربیان خودمون خیلی بهتر هستن، باید بهشون بها بدیم. آقای رضایی از تهران روی خط هستین. آقای رضایی بفرمایید، تقریبا یک دقیقه وقت دارین. آقای رضایی. آقای سفیری سلام، خسته نباشید. سلام، بفرمایید. خود شما آقای سفیری، اینو شما خودت خوب میدونی و اونایی که از ورزش. آقای رضایی بفرمایید، صدای شما شما خوب می‌دونی که این ورزش ما آقای سفیری به یکی مثل آقای کیروش احتیاج داره و آقای کیروش هم وقتی به اون صورت بهش ندادن که ببینیم ما تیم ملی ما رو چیکار باش میکنه و چجوری پیش میره. اینا خودشون از رئیس فدراسیون فوتبال بگی، حالا اصلا کلا ورزش شما یه چهار تا سوال اینا بکن ببین اصلا میدونن ورزش چیه که اینا بخوان اصلا آقای کیروش رو بگن خوب کار کرده یا بد کار کرده. مدتش اینا میخوان یه سری از امثال خودیا رو بیارن که اگر چیزی به حساب منافعی هست دست خودشون باشه و امثال خودشون و سپاه. اگر آقای کیروش خیلی خوب بود و برای فوتبال ما هم خوب بود و همه ملت و مردم هم ممنونم. آقای رضایی از اینکه اومدین روی خط. امیر حسین از ایران روی خطین. امیر حسین بفرمایید. الو بفرمایید. سلام از شما سفیری. سلام بفرمایید. خسته نباش. ممنونم. آقا من عرض به خدمتتون که اطلاعات زیادی درباره فوتبال یعنی تخصصی ندارم ولی اینا میدونم که تمام مشکلات یه دونه صداتون رسا نیست، تلفنتون رو باید تغییر بدین جاش رو. بفرمایید. بله الان صداتون خوبه، وقت کم داریم 30 ثانیه. بفرمایید. بله سریع عرض می‌کنم خدمتتون. نداشتن مدیریته، ما اگه تو بقیه مسائل جامعهمون اهم از اقتصاد، سیاست، اجتماع، مشکلات جوونا، همه فقر، بیکاری، اینا به نتیجه رسیدیم، به فوتبالمون هم به نتیجه میرسیم. همه چیزش بستگی به جمهوری ولایت فقیه داره که به قول گفتنی لیاقت کارو نداره. عرضی باشه، امری باشه در خدمت. ممنونم که اومدین روی خط. بله در دقایق پایانی برنامه روی خط هستیم. هنوز این پرسش مطرحه که آقای کارلوس کیروش باید برود بماند، مربی خارجی خوبه یا مربی داخلی؟ مشکل فوتبال ایران ناشی از چیه؟ یک هفته دیگه هم با برنامه روی خط به پایان رسید. ما میریم که از هفته دیگه برگردیم با خبرهایی که در راهن، با خبرهایی که انتخاب شدن که شما بیاین در مورد اونها نظرات خودتون رو بگین و ما بشنویم. حتما سری به فیسبوکمون بزنین. طبق روال هر هفته ما موضوعای هفته آینده رو برای شما در فیسبوک و همینطور اینستاگرام و همینطور توییتر به اشتراک میذاریم. منتظرتون هستیم. اگر پیشنهادی دارین میتونین از طریق پیامگیر با ما مطرح بکنین. 202-382-7205 منتظر نظراتتون هستیم. تا دوشنبه شب بر همه شما خوش و روزهای خوبی داشته باشید. روز و شبتون خوش.
صدای آمریکاست. است.